به برنامه فضا خوش آمدید. من در بریتانیا هستم، در یکی از مناطقی که اخیراً به دلیل جاری شدن سیل دچار آسیب شده و برای مدیریت این فاجعه از اطلاعات ماهواره‌ها استفاده شده است. اما چگونه؟ امروز به این موضوع می‌پردازیم، اما قبل از آن نگاهی به اخبار فضا در یک ماه گذشته خواهیم داشت. اولین خبر این که روسیه امسال سیستم پرتاب موشک آنگارا را که بزرگترین موشک ساخته شده در تاریخ اتحاد جماهیر شوروی است، آزمایش خواهد کرد. ساخت بزرگترین تلسکوپ نوری جهان در ماه آوریل در هاوایی آغاز خواهد شد. این تلسکوپ عظیم با قطر 30 متر رصد دورترین سیارات جهان را به عهده خواهد داشت. و الکساندر گرس، فضانورد آلمانی آژانس فضایی اروپا، آخرین مراحل آموزشی خود قبل از سفر به ایستگاه فضایی بین‌المللی را پشت سر می‌گذارد. ماهواره‌ها حجم عظیمی از داده‌ها درباره بلایای طبیعی مانند سیل را ارسال می‌کنند، اما چگونه می‌توان از این داده‌ها استفاده کرد؟ جاری شدن سیل بر زندگی هزاران نفر از مردم اروپا تأثیر می‌گذارد و امسال یکی از این سیل‌ها در نزدیکی محل زندگی یک دانشمند روی داده. خاویر گارسیا پینتادو، پژوهشگر اسپانیایی دانشگاه ردینگ بریتانیا. اینجا ساحل رودخانه تیمز است و این منطقه اخیراً به طور وسیعی تحت تأثیر سیل قرار گرفت. به ویژه در این بخش از زمین ما سطح بالاتری از آب را شاهد بودیم. البته ما مشکلی نداشتیم، اما همسایگان ما در این اطراف دچار مشکل شدند. خاویر می‌دانست که اعضای خانواده‌اش در امنیت به سر می‌برند، زیرا او می‌توانست روی دانشی که داشت حساب کند. شغل او استفاده از اطلاعات ماهواره‌ها برای بهسازی مدل‌های پیشگیری از سیل است. Como hidrólogo به عنوان یک متخصص کاملا مطمئن بودم که در این منطقه مشکلی پیش نخواهد آمد و این موضوع را به همسایگانمان گفتم. اما همه همسایه‌ای مانند خاویر ندارند و خیلی ها هم به اندازه مردم این منطقه خوششانس نبودند. تمام منطقه غرب لندن یکی از مرطوب‌ترین زمستان‌های بریتانیا طی 250 سال اخیر را گذراند. در سراسر بریتانیا 6500 خانه دچار آب گرفتگی شد و دولت بریتانیا از فضا برای کمک به آنها استفاده کرد. تصاویر ماهواره‌ای وسعت فاجعه را نشان می‌دهد. البته مشکل تصاویر ماهواره‌ای این است که نمی‌توان آنها را به سرعت مخابره کرد و این تصاویر 30 ساعت پس از وقوع سیل قابل استفاده است. خاویر و همکارش دیوید میسون در دانشگاه ریدینگ از این داده‌ها برای تجزیه و تحلیل وقایع پس از سیل استفاده می‌کنند، اما آنها می‌خواهند اطلاعات را سریع‌تر به دست آورند و یک قدم جلوتر از سیلاب باشند. درست مثل آنهایی که به پیشبینی آب و هوا می‌پردازند و می‌دانند که چه زمانی باران خواهد آمد، ما هم امیدواریم بتوانیم در مدت کوتاهی زمان دقیق وقوع سیل را پیش‌بینی کنیم. پیشبینی زمان وقوع حوادث احتمالاً به زودی با پرتاب ماهواره‌های نظارتی آژانس فضایی اروپا تحقق خواهد یافت. اولین ماهواره که سنتینل یک نام دارد قرار است در ماه آوریل به فضا پرتاب شود. به کمک ماهواره سنتینل یک کارشناسان می توانند تصاویری در زمان واقعی داشته باشند که به جای 30 ساعت مربوط به یک ساعت قبل و یا کمی بیش از آن باشد. آنگاه می توان با تحلیل این تصاویر به پیشبینی سیل و طوفان پرداخت. این ماهواره ها تنها وعده ارسال داده های مربوط به سیل را ندادند. این مجموعه شامل 7 ماهواره نظارتی مختلف است که هر کدام از آنها می توانند به نظارت زمین به گونه‌ای متفاوت بپردازند. این پروژه در پایگاه رصد زمین در نزدیکی روم اجرا می شود. هنگامی که این سیستم راه اندازی شود، ما می توانیم تنوع بسیار گسترده ای از ماهواره ها و وسایل اندازه گیری داشته باشیم و شما همه گونه ابزاری برای اندازه گیری و ارزیابی در فضا خواهید داشت. از ابزار لازم برای مخابره اطلاعات درباره جاری شدن سیل گرفته تا آتش سوزی و فوران آتش فشان ها و خسارات پس از زمین لرزه، نشت نفت، تحولات در اقیانوس ها، ارتفاع سطح دریاها، پارامترهای آب و هوا و کیفیت هوا، وضعیت یخها و غیره. بنابراین واقعا هر آنچه را بتوان اندازه گیری کرد به کمک مجموعه ماهواره های نظارتی سنتینل اندازه گیری میکنیم. ساخت و ارسال این ماهواره های نظارتی بخشی از برنامه اروپا برای نظارت بر زمین است که به پروژه کوپرنیک مشهور است.
این پروژه با مدیریت کمیسیون اروپا و همکاری آژانس فضایی اروپا و آژانس محیط زیست اجرا می شود. تصمیم بر این است که استفاده از این داده های ماهواره‌ای برای همه امکان پذیر بوده و رایگان باشد، زیرا با این داده ها می توان به توسعه کسب و کار شرکت های اروپایی کمک کرد، چه آنهایی که در اروپا فعالند و چه خارج از اروپا. و این کار تنها در صورت امکان پذیر است که تمام داده های خام در اختیار همگان قرار گیرد. این داده ها چیزی مانند سیگنال های ناوبری و یا سیستم جی پی اس هستند. برنامه کوپرنیک هم اکنون در حال اجراست و انتظار می رود طی 2 سال آینده به کمک ماهواره های سنتینل فعالیت ها در زمینه ارسال داده ها به خوبی رشد کند. در بهترین حالت اطلاعات این ماهواره ها با دقت 0.5 متر به دستمان می رسد که بسیار دقیق است و البته تصاویری با دقت 5 متر را نیز دریافت خواهید کرد. شما می توانید از پارامترهای متعددی استفاده کنید، مثلا از داده های مناسب برای کشاورزی و پیشبینی وضعیت محصول. سپس تصاویری با دقت 200 متر و 250 متر خواهید داشت که برای نقشه برداری اقیانوسی استفاده می شود. پارامترهای واقعی در مقیاس جهانی که برای استفاده کاربران با علاقه های مختلف تهیه می شوند. به بریتانیا برمیگردیم. خاویر معتقد است که ارسال تصاویری با زمان واقعی توسط سنتینل 1 همه چیز را تغییر خواهد داد. پیشبینی وقوع سیل یک شاخه در حال ظهور در علم است و به کمک ارسال داده های به موقع رشد خواهد کرد. به کمک این ماهواره ها قادر خواهیم بود تصاویری با دقت بسیار بالا داشته باشیم که به ما اجازه می‌دهد بگوییم آیا منطقه دچار آب گرفتگی خواهد شد یا خیر، و به ما کمک خواهد کرد تا عملیات اجرایی را بهتر گسترش دهیم. Es lo que nos ayudará a establecer mejores planes de actuación. ماهواره‌های سنتینل در 700 کیلومتری بالای سر ما دور خواهند زد و باید فعالیت آنها آثار بسیار روشنی بر روی کره زمین داشته باشد. ما همیشه تیمی را که مأموریت فضاپیمای روزتا را پشتیبانی می‌کند رصد می‌کنیم. حال در مرکز کنترل چه اتفاقی می‌افتد؟ در برنامه امروز نگاهی به نحوه برنامه ریزی مأموریت روزتا داریم. اسمم یاکوب اوربانیک است. مهندس عملیات فضاپیمای روزتا هستم و به کنترل این سفینه فضایی کمک می‌کنم. در حال حاضر کارمان کمی دشوار است، زیرا باید به تمام جزئیات توجه دقیقی داشته باشیم. این تیم فوق‌العاده منسجم است و با یکدیگر به خوبی برای تک تک موضوعات کار می‌کنیم. این فضاپیما مانند یک اتوبوس است که تمام ابزارهای نوین علمی را در داخلش حمل می‌کند. باید هر کدام از این ابزارها را به طور جداگانه کنترل کنیم و مطمئن شویم که آنها به خوبی کار می‌کنند و سالمند و آماده تا برای مرحله کار بر روی ستاره دنبال دار وارد عمل شوند. روزتای عزیز، در هفته‌های آینده بخش از عملیات حمله بار را برایت برنامه‌ریزی می‌کنیم. لطفاً سالم بمان برای روزی که با ستاره دنبال دار ملاقات خواهی داشت. برنامه امروز به پایان رسید. در ماه آینده نگاهی به 50 سال فعالیت در حوزه فضا در اروپا خواهیم داشت. به امید دیدار.